شالوده بصیرت روحانی مسیحی. دوستان، از آنجایی که برخورداری از بصیرت روحانی مسیحی دانش کافی از شناخت دیدگاه خداوند می باشه، بنابراین ما باید حتما قادر باشیم تا بدونیم خداوند ما، پدر آسمانی من، چگونه می اندیشه و چگونه عمل میکنه. بهترین طریق شناخت دیدگاه خداوند، افکار او و نحوه عمل کردش در هر موردی مطالعه کلام خود اوست. انجیل، تورات و کتب عهد عتیق که ما ایمانداران به عیسی مسیح امروزه به آن کتاب مقدس میگوییم، یگان منبع موثق، خطا ناپذیر و تغییر ناپذیریه که سیرت خداوند پدر آسمانی ما را به بهترین نحو برای ما مکشوف میکنه. در سراسر کلام خدا، خداوند به صراحت توضیح میده که سیرت وی چگونه است و او چگونه در این دنیایی که خود آفریده و همچنین زندگی ما عمل می کنه. عزیزان، اگرچه کلام خدا که همان کتاب مقدس ما ایمانداران به عیسی مسیح کتابیست کهن، ولی آن به هیچ وجه کتابی مرده نیست. کلام خدا زنده است و تازه. هرگاه که ما آن را مطالعه می کنیم، گویی خداوند داره در همون لحظه با ما توسط کلامش صحبت می کنه. حکایت‌های بیان شده در کلام خدا اگرچه قرن‌ها پیش به وقوع پیوسته‌اند، ولی اصول اخلاقی و تعالیمی که به پرورش بصیرت مسیحی در ما کمک می کنند تازه و به زندگی هر روزه ما بسیار مربوط هستند. کلام خدا دستور عمل خداوند برای زندگی ما در هر موردی. کلام خدا همچنین فعال، مؤثر و نفوذ کننده است. کلماتی که در کتاب مقدس می‌خوانیم تنها کلماتی نیستند که بر روی کاغذی به تحریر در آمده باشند. عزیزان، کلمات موجود در کتاب مقدس که در واقع همان کلام خداست، به داخل قلب ما نفوذ می کنند و قلب، افکار و نیتهای نهانی ما را می شناسد. این خاصیت منحصر به فرد کلام خدا که قلب‌ها را و نیت‌های نهانی قلب‌ها را دیده و قضاوت می‌کند، برای بسیاری بهانه است تا آن را مطالعه نکنند. اما برای ما فرزندان پدر آسمانی، ایمانداران به عیسی مسیح، مطالعه کلام خدا و اطاعت از آن حیاتی است، چرا که دانش از کلام خدا مسیر زندگی پربرکت خداوند را به ما می شناساند و از ارتکاب خطا و گناه باز می دارد. عزیزان بسیاری هستند که
زندگی مسیحی سطحی دارند، چرا که دانش آنها از محتویات و آموزه‌های کلام خدا کافی نیست. به همین دلیل این عزیزان اغلب در برخورد با مسائل پیچیده زندگی و یا بروز مصائب و چالش‌ها واکنش‌های اشتباهی از خود نشان می‌دهند، چرا که واکنش‌های آنها از افکار و درک محدود انسانی آنها سرچشمه گرفته و نه از حکمت الهی خداوند که در کلام او به ما هدیه شده. ولی وقتی ما با فروتنی و قلبی باز و نیت خوش برای شناخت خداوند و راه‌های او کلامش را مطالعه می‌کنیم، آموزه‌های او چراغ راه ما می‌گردند. کلام خدا یا گناهان ما را به ما نشان می‌دهند یا نیت‌های ما را از هم تمیز داده و به ما کمک می‌کنند تا در چارچوب اراده خداوند زندگی کنیم. دوست من، بصیرت روحانی مسیحی تنها مشاهده خود و شرایطی که در آن هستیم نیست، بلکه دیدن خود و شرایط زندگی خود از دیدگاه خداوند است. دوست عزیز من، آیا شما طریق استفاده صحیح از کلام خدا را آموخته اید؟ یا اینکه بنا به هر دلیل سعی در دوری نمودن از آن دارید؟ بیاد داشته باشید که خداوند شما را برای هدف مقدسی آفریده و تنها مطالعه کلام اوست که به شما آن نقشه را نشان خواهد داد و همینطور طریق زیستن در آن را. پاسخ سوالات زندگی شما در کلام خداست. خدایی که شما را در حکمت و توان الهی خود آفریده و از تمام قابلیت‌ها و همچنین نیازها و ضعف‌های شما آگاهه. عزیزان، در کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیات 12 و 13 می‌خوانیم: کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. آمین. دوست عزیز من، خالق خود، افکار او و نحوه عملکرد او را در هستی و زندگی خود با مطالعه کلام او بیاموز. تنها در آن صورت است که برکات و آرامش الهی او را به معنای واقعی تجربه خواهید نمود. فیض و آرامش عیسی مسیح با شما باشد. آمین.